دوستای عزیز، قسمی که میبینین رضا هست، اونجا همراه یک نفر دیگه کور میاره. دیگه خوب است رضا پیدا شده، دیگه میریم که رضا رو ببینیم و رضا رو بگیریم و همراهشان صحبت های خود را هم داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما دوستای عزیز، امیدواریم که خوب و صحتمند باشید و در هر جایی که هستید زندگی همچنان به کامتان باشد. خوبان و عزیزان دل، صحبت از این قرار است، برنامه ما امروز چریانشی است که همه شما رضا را میشناختین، رضای هنرمند، رضای خطاط، کسی که با یک ابتکار خارق العاده قرآن کلام الله مجید را نوشته کرده بودند، دست نویس و کارایش هم تمام شده بود. اما متاسفانه و ما خبرهای زید و نقیص را در مورد رضا شنیدیم که امروز هم با یک تماس تلفنی با جناب غریب نواز صاحب، کسی که رضا را تداوی کرده بودند و در کمپشان بودند، با اینا هماهنگ کردیم، اینا آمدند در سرک تا باشد جریان بیشتر این برنامه را یا امی جریان امی صحبت های زید و نقیصی که درباره رضا وجود داره اینا را از زبان خود غریب نواز بشنویم، که همون جزئیات از امور تمام صحبت ها را داشته باشیم که گفتنی های غریب نواز صاحب چی هست و امروز چی دلیلی باعث شده که اینا آمدن در سرک و اینجا در کوچه پس کوچه ها و زیر پلچک ها میگردن. با ما همراه باشید، ما همیت میریم هم در مسیر و همچنان صحبت های خود را هم میداشته باشیم. کلی که در جریان ازی بود که رضا به پیش از بعد در کمپ معتادین آمده بود، ما یا قرآن شریف دست نویس نوشته کردیم، قرآن شریف هم خلاص شد به خاطر از اینکه یک آدم با استعداد بودی را وزارت اطلاعات فرهنگ برایش کار درست کرد، این بشه قرار بود بره سر کار. دوستای عزیز، قسمی که میبینین رضا هست، اونجا همراه یک نفر دیگه کور میاره. دیگه خوب است رضا پیدا شده، دیگه میریم که رضا رو ببینیم و رضا رو بگیریم و همراهشان صحبت های خود را هم داشته باشیم. با ما همراه باشید، شما رضا رو در تصویر میبینید که با یک نفر دیگه در همون ساحات راه میره. خوب شد شما یک دفعه متوجه شدین، به خداگنه ما هیچ اصلا متوجه نشدیم. یک دفعه که ما دو طرف بیدیم که نالی اگر ما رو ببینه با یک آدم هسته که از واقعیت ها فرار میکنه. خب شما میتونید که موتر خود دور بیدین و ناز اون طرف سرگم بالا بالا میرم، این طرف فکر نکنیم ترشبه اونا شاید بالاتر برن، دیگه که یک وقت دوباره گم نکنیم، این طرف سرک نمیاد. از نفر دیگه فرار رفتن نمیتونه. خب او یک چیز هسته که باید رضا رو ما امروز واقعیت ها رو چیز کنیم که رضا صحیح و سالم است، اما خب باز دچار اعتیاد شده، پس میخواییم ببریم که اما پس صدیاب شو. انشالله انشالله. دوستای عزیز، شما دیدین البته چندی قبل بعضی شایعاتی هم مبتنی بر ای که رضا البته دور از جانش از دنیا رفته یا فوت کرده یا انواع و اقسام ویدیوها در این باره نشر شده بود و شما این نمالی مستقیم رضا را دیدین که با یک نفر دیگه به سمت بالا می رفت. دیگه ما در جاده شهید مزاری هستیم، در پیشروی مارکت مروارید، در نزدیکای چاره آج نوروز. ما میریم کمی تر رضا را بگیریم و تا اینکه برنامه های بعدی ببینیم چی میشه. با ما همراه باشید، تصاویر را با خود داشته باشید. قسمی که شما میبینید، ما در کنار رضا جان شیرزاد، رضای هنرمند ما، رضای خطاط ما نشستیم اینجا. دیگه رضا جان فضل خدا خوب و صحتمند هست و در کنار ششتیم تا همراهشان صحبت هایی را داشته باشیم. و شما البته در بعضی جاها دیدیم که بعضی شایعاتی هم مبنی بر اینکه رضا جان دچار مشکل شده و بعضی موضوعات دیگر شما شنیده بودین در رسانه ها. خوب است ما فعلا از زبان خود رضا جان بشنویم. رضا جان چطور هستین؟ صحت شما خوب است برادر؟
سلامت باشی. من مرد سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و تمام همکارانتان. چینل بسیار خوب و پرفعالیت واقعا تشکر میکنم از شما که به فکر ما بودیم و ما را دوست داشتید که واقعیت هایی که در واقعا هست و وجود داره او را به صحنه تصویر بکشید. من واقعا تشکر میکنم و بعد از مردم خوب میهن ما افغانستان عزیز که در تمام صحنه ها مرا یاری کردن و مرا حمایت کردن با پیام های امیدوار کننده و زندگی بخششان ما را به سمت سوی زندگی سوق دادن، تشکر میکنم. خب رضا جان، ما بعضی شایعات و اینا راجع به شما بودن که شاید خود شما هم در سیریان باشین و شنده باشین، دوست داریم راجع به این موضوع صحبت کنیم. بله، ما متاسفانه یک ناراحتی کوچولو بین ما و دکتر سرطریب نواز پیش آمده بود که ای اصلا من نمی فهمیدم که جنجال به این بالا جای میکشه و این گفات شایعات و چیزهایی که اصلا واقعا وجود نداشته و کسی مطلب بوده این نشد شدم مردم در مورد ما یک فکر دیگه بکنن یا به تشویش شدن و کسایی که ما را دوست دارن واقعا دلتنگ ما شدن، حتی خبر فوت ما را نشر کردن. واقعا در حال حاضر ما زنده هستم و شکر خدا در جایگاهی هستم که بودم. در قدم اول از تمام دوستای خوب ما که در کار شبکات اجتماعی و چینل های یوتیوب و کسایی که واقعا واقعیت ها را به تصویر میکشن، من از اونا واقعا یک گله کوچولو دارم، چرا که نه که اونا نفهمن و این گپا را نشر بکنن، اونا خوب میفهمن و درک و فهمشان خیلی از ما بیشتر است. من مطمئن هستم که در مورد قوانین یوتیوب و نشر صحنه های زندگی یک انسان قوانینش خوب میفهمن. ولی من میخوام یک سوال از اونا بکنم، آیا واقعا این درست است که تو یک فالوور یا یک بیننده پیدا بکنی و مادر ما با شنیدن خبر فوت دروغ ما سکته بکنه؟ آیا میتونی مثلا زندگی او را باز به او بخشش بکنی؟ نه، توانی کار نداری، پس این کار خوب نیست و من خواهش میکنم اگر خودت هم میفهمی که کار درست نیست، دیگه از این کار و از این مطالب استفاده نکن، چرا که به دست آوردن فالوور تحت هر قیمتی به نظر من درست نیست. تشکر میکنم از تمام کسایی که مرا از دور و نزدیک حمایت کردن. واقعا جای خوشحالیه که من اینقدر خبر مرگ یک انسانی که تا چندی پیش معتاد بوده و در کنار سایر معتادین کشور زندگی سخت و آشفته ای پشت سر میگذاشته، واقعا اینقدر برای خیلی مهم باشه. من واقعا خوشحالم، خرسند. مرگ حق است و یک روزی دامنگیر کل ما و شما میشه و خانه ما حتما خانه قبر خواهد بود، جاودانه ترین خانه یک انسان در آخر قبر. من تشکر میکنم از لطف مردم، از تشویق های مردم، از حمایت های مردم. واقعا من خودم مدیون میدونم نسبت به مردم عزیز کشور ما افغانستان. خوب دیگه چیزی برگفتن ندارم. سلامت باشین، تشکر رضا جان. خوشحال هستیم که امروز باز هم شما را در کنار خود داریم، صحیح و سالم همراه شما صحبت میکنیم. واقعا خود شما میفهمین که مردم چقدر شما را دوست داره و چقدر شما را دنبال میکنن و اینکه چقدر خرسند هستن از اینکه دوباره رضا را در کنار خود داره و رضا با یک ابتکار خیلی کلان، یک دستاورد خیلی کلان دوباره رضا را میبینن که یک دستاورد خیلی کلان به دست آورده، دستاوردی که شاید کم خیلی انسانهای کمی پیداش نکنه بتونه که به او دستاورد برسه. به هر صورت رضا جان، دوست داریم که راجع به کارهای شما هم بشنویم. در مدت است که شما احوال هم نداشتیم دیگه، کارهای شما به کجا رسیده؟ البته دفعه قبلی که ما آمده بودیم در کنارتان، موضوع این بود که همراهی معین صاحب محترم وزارت اطلاعات فرهنگ آمده بودیم، اونا برای شما و ادبیات کار اینا رو هم داده بودی که شما سر کار میشین و دیگه موضوع خود قرآن بود که تکمیل شده بود. دیگه کارهای از نا به کجا رسیده؟ درباره از نا صحبت کنیم. بله، به امید خداوند کار قرآن شریف از 23 ماه مبارک رمضان تکمیل شده بود و به مرحله پایانی خود رسیده بود و هیچ گونه مشکلی نبود و آماده رونمایی بود و ما این را به اطلاع مسئولین محترم رساندیم و اونا را در جریان گذاشتیم. رئیس محترم ناحیه و رئیس محترم اطلاعات فرهنگ، معین محترم وزارت معارف،
اینا همه در جریان کار ما بودن. ما همیشه تابع قانون و تابع دستورات بزرگترهای خود هستیم و هر وقت اونا صلا ببینن که قرآن رو نمایی بکنن ما در خدمت اونا هستیم و آماده ایم و آمادگی خود به اونا اعلام کردیم و در صفحات اجتماعی گفتیم که ما مشکل نداریم. و بعد از مولای صاحب مهاجر معین محترم وزارت اطلاعات فرهنگ ما جا داره که در صفحه اجتماعی پوزش بخوایم و از او واقعا خیلی در حق ما لطف کردن، واقعا با ما یک رفتار بسیار درست و زیبا را داشتن و من متاسفانه گوشی گم شد و ایشان اگر تماسی پشت خط ما ماندن و کسی جواب ایشان نداده دلیل نمیشه که من خدای نخواسته صد خدای نخواسته به تماس هایشان بی‌اعتنایی کرده باشم. من واقعا از ایشان پوزش میخوام چرا که من تلفن و در خودم نبوده و یک جنجال و یک مشکلات خیلی کوچیک در ما دکتر صاحب برای نماز به وجود اومده. من پوزش میخوام. درست رضا جان، مشکل شما فعلا حل شده با برای نماز؟ بله، مشکل ما مشکلی نهادی نبوده و مشکل ما مشکل بسیار کوچیک و سختی بوده و گفتیم که من اصلا به جنجالایی که به وجود آمده و اتفاق افتاده و فکر نمیکردم و واقعا باورم نمیشد که مشکلات ما به این سطح عمده شود و در صفحات اجتماعی بکشیم و یک جایی از ما سوال شده که ما مشکل ما در چه حد بوده. نه، ما مشکل ما بوده و هیچی مانعی جدا شدن و به پایان نرسیدن کار ما نخواهد شد. شما رضا جان درباره وظیفه بگو. وظیفه را قرار ما در جلسه قبلی بودیم که جناب معین صاحب محترم مهاجر آمده بودند وزارت اطلاعات فرهنگ، برای شما نوید یک وظیفه را دادن در وزارت اطلاعات فرهنگ. وظیفه را شروع کردیم به خیر یا نکردیم؟ به امید خداوند قول و قراری که با اونا دادیم ما و چیزهایی که اونا به ما وعده دادن واقعا واقعیت بوده و من این را واقعا از اونا تشکر کردم و میکنم. لطف زیادی در حق کردم و جا داره که از اونا صادقانه تشکر بکنم. وظیفه ما بله در وزارت اطلاعات فرهنگ معین صاحب محترم وزارت اطلاعات فرهنگ به من وعده کار در ریاست آرشیو دادن و مرا بردن و جایگاه مرا بعد اونجا به من نشان دادن، ولی من چون مدارک قانونی ما کامل نبوده و ما تسکیل مدارس راست نبود و متاسفانه جنجال تسکیل من زیاد شد. یک جنجال مشکلات داخلی ما که بین خود ما داشتن، این هم یک مشکل کوچیک متاسفانه یک دارد به طول انجام کار ما، ولی به امید خداوند این چیزا موانع ما در که این کار به انجام نشه و به کلن کنسل شد. نه، ما سر قبل قرار خود هستیم و به امید خداوند با جور شدن تسکیره و مدارک قانونی که در اونجا لازم هست و اونا به ما دستور فرمودن در حال آماده شدن و تقریبا آماده است، ولی ما منتظر هستیم که وزیر محترم اطلاعات فرهنگ یا معین محترم به ما اجازه بدن و ما را بخواهن و که ما در کار در سمتی که قول داده بودن ما بریم و کار بود. بسیار خوب، یعنی آماده کار هستن دیگه، انشاءالله که مشکلات شما حل شود به لحاظ مدارک اینا دیگه کار شروع میکنیم. حتما به امید خداوند. ما هیچ گونه دیگه مشکل نداریم با دکتر صاحب فرید نواز. مشکلات ما در حد گفتگو بوده و حل شده و به امید خداوند هیچ مشکلی حادی نبوده که ما را خود به جدا شدن یا به جدایی یا به کنسل شدن کار ما منجر شود. نه، انشاءالله که هیچ وقت و هیچ مشکلی صدمه بر ما نخواهد شد. ولی در مورد کار ما که در وزارت اطلاعات فرهنگ معین محترم به ما وعده کار دادن، ما واقعا زحمتاش ایشان کشیدن، زحمت تسکیره، مسائل مدارک، اینا را همکاری بی نهایت صمیمانه با ما داشتن.